به نام خداوند جان و خرد، همه رخش اندیشه را آذین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خداوند جان و خرد، درود بیکران بر شما خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، هموطنان ارجمند. امیدوارم که خوش و خرم و شاد و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با فصلی دیگر از شرح و تفسیر داستان‌های شاهنامه. از فکر می‌کنم برنامه پیشین به این طرف که اجرای گروه هفت خوان به پایان رسید، در طی چندین برنامه ما برنامه زیبای موسیقی که تلفیقی بود با نقالی از گروه هفت خوان دیدیم، و از اینجا به بعد ما نقالی های مرشد ترابی رو هم به موازات این شرح و تفسیر خواهیم داشت. داستانی رو که در این نقل ها خواهیم شنید، نقل مرشد ترابی، داستان کوک و رودابه از خیلی جالبه. خب ما همچنان در فصل کیخسرو هستیم. شرح و تفسیری که بارها در این باره توضیح دادم بر اساس شاهنامه فردوسی و آنچه که در با بهره‌گیری از لغتنامه دهخدا، دایره المعارف شاهنامه یا دانشنامه شاهنامه یا فرهنگ لغات شاهنامه، فرهنگ جایها و کسها و کتابهای از این دست، گاهی اندیشه های یا تفسیر استاد دبیر سیاقی یا استاد محجوب بهره گرفتم. در هر حال این شرح و تفسیر برآمده از قلم خودم هست. امیدوارم که تا به امروز دنبال کرده باشید و علاقمندان میتونن آرشیو تقریبا کامل این برنامه رو در وبسایت ایران فردا ببینن. برویم در سر داستان، سرمسر داستان در نظر دوستان. همچنان جنگ بزرگ کیخسرو، تعقیب و گریز همچنان ادامه داره. فتح و تصرف سرزمین های توران توسط ارتش ایران، تصرف کنگ بهشت، دارالملک یا پایتخت افراسیاب، و این همه در ادامه کینخواهی خون سیاوش است. خون همه جوان مردان ایران، خون همچنان می جوشد. باری افراسیاب بعد از چندین شکست و گریز، این بار با لشکر چین و ماچین متحد شد، آمد برای مقابله با کیخسرو و ارتش بزرگ ایران. پیام داد برای کیخسرو که دیگر نبرد بین دو لشکر بس است، بیا تن به تن جنگ کنیم، تا کی این همه کشتار. کیخسرو اما با راهنمایی و تدبیر جهان پهلوان رستم، نبرد تن به تن رو نپذیرفت. افراسیاب نقشه دیگر کشید، یعنی شبیخون به اردوی ایرانی ها. کیخسرو از این نقشه آگاه شد، دستور داد سپاهیان دور تا دور سپاه یا اردو رو خندق بکنند، هیچ شمع و آتشی روشن نکنند، هیچ صدا و بانگی از طبل یا شیپور بلند نشود. یک سپاه رو فرستاد به کوه، یک سپاه به دشت، تا در موقع شبیخون افراسیاب از دو طرف اونها حمله کنند یا محاصره کنند. ببینیم گفتار اندر شبیخون کردن افراسیاب بر کیخسرو. عقد جواور سخن کهن، داستان ما به دنجا رسید. کوک گفت دومات کیه؟ گفتن زاول زر جامل تو دست قرش قرش خود کرد. خسرو؟ بله قربان. عرض کردم این کوک فطرتش نامرده، ریشش نامرده، میوه تلخه. نقشی از کوک در شاهنامه نامردتر ما نداریم.
بی فطرت، کارش قتل و غارت، آدم کشی، اینطوری هم است، گردن نداره. خسرو 6000 آدم کش میبری پایین، 3000 نفر اون برا بگیرن، 3000 نفر این برا، چون راه دیگه ای ندارن، عروس میخوان از تنگ عبور بدن، همه رو میکشین. عروس رو میاری بالا دژ من، به دست من جام بده. چشم قربان. حالا 6000 نفر اومدن پایین، 6000 آدم کش، قداره، ساتور، شمشیر، زوبین، گرز و و و عروس دارن میارن، داماد مونده با پدرزنش عقب بیان. دیدبان گذاشتن اینطوری، رسید و زکو دیدبانش بدید. دیدبان دید، گفتن بذارین خوب بیان جلو. اومدن اول تنگه، وارد تنگه که رچ هم 6000 دست رفت بالا. زابولی یاغ رو گذاشتن دم تیق، زدن دست دست هر میریزن. خسرو هم چی کرد؟ پیچ هیت عروس خانم بپایین، بیا پایین. رودابه با لباس عروسی، یه دختر دست خالی با 6000 آدم کش چی کار میتونه بکنه؟ بیا پایین. گفت برا چی؟ گفت میخوام ببرمت خدمت کوچ. رودابه گفت ببین، من چندین سال عاشق کوکم، من از قیافه زال خوشم نمیاد، بدم میاد، ابرو سفید، موجه سفید، موی سر سفید، من چندین سال عاشق کوکم، من زود بردوار خدمت کوک، اما یه چیز بده اینجا بپوشم، بدنم پیدا نباشه، یه چیزی هم بذارم سرم. موهای رودابه خیلی بلند بوده، خیلی بلند بوده. پاسی از شب گذشت، افراسیاب با 50000 سوار روانه لشکر ایران شد، یا اردوی ایرانی ها. نرم نرم و آرام آرام دارن میان به لشکرگاه ایرانی ها، دارن نزدیک میشن. از این طرف هم کاراگهان و جاسوس ها به افراسیاب خبر میدن که ایرانی ها طلایه ندارند و همگی در خواب، چنان خواب که انگار مردند. شاید هم همه در طول روز شرابخواری کردند که از شدت مستی چنین افتادند و چنین خوابیدند. افراسیاب شاد از این گزارش فرمان حمله داد. القصه، گروهی از پیشتازان لشکر توران افتادند در خندق. باغی با دیدن این اتفاق عقب نشینی کردند. در همین وقت رستم و طوس از دو طرف بر اونها حمله کردند. دریای خون در اون شب تاریک روان کردند. از قضای روزگار و حسن اتفاق، بادهای سخت وزیدن گرفت. خاک و ریگ بیابان بود که میزد به سر و روی سپاهیان تورانی. کیخسرو از اون باد مساعد دل شاد شد، چون کیخسرو آن جنبش باد دید، دل و بخت ایرانیان شاد دید. دهاده یعنی با بگیر و ببند، دهاده گیر و دار. برا اومد ز قلب سپاه، ز یک دست رستم، ز یک دست شاه. افراسیاب دیگه جای درنگ و موندن ندید، با 1000 نفر از نزدیکان و خاصگان خودش راه بیابان رو پیش گرفت، فراری. بقیه سپاه توران که درفش سیاه افراسیاب رو ندیدند، همگی سلاح‌ها رو زمین گذاشتند و تسلیم کیخسرو شدند و امان خواستند. شاه همگی اونها رو بخشید و امان داد. کیخسرو بعد از این قائله با سپاسگزاری از درگاه خداوند از میدان جنگ رفت به بزمگاه. بعد هرچه غنیمت از رزمگاه تورانی ها به جا مانده بود بین لشکریان خودش تقسیم کرد.
خبر شکست سپاه افراسیاب به خاقان و فخفور چین رسید. از آن یاوری ها پشیمان شدند، پرندیش دل سوی درمان شدند. از یاری و مدد و کمکی که برای افراسیاب فرستاده بودند سخت پشیمان شدند. گفتند چه کاری کردیم از این اتحادی که با افراسیاب برقرار کردیم؟ کار افراسیاب که دیگر تمام است. پس فکر تازه‌ای کردند، هدیه های ارزشمندی ترتیب دادند، همراه مردی شایسته و خوش سخن فرستادند خدمت کیخسرو. و از این که با افراسیاب متحد شده بودند و در جنگ او رو یاری کرده بودند اظهار ندامت و پشیمانی کردند. کیخسرو هدیه های اینها رو قبول کرد، سفارش کرد که مواظب باشید و نگذارید افراسیاب پنهانی پیش شما بیاد. فخفور چین در اطاعت از کیخسرو فوراً پیام محکمی برای افراسیاب فرستاد. بگیر این سر گیسو، از گیسویم فردوسی میگه من نمیگم، موهاش چنان بوده که زال میگیره به جای تناق، اینطوری میره رو پشت بو. اون وقت میفهمه جکی موهای رودابه است. بگیر این سر گیسو، از گیسویم زبهر تو باید همی گیسویم. خب یه شمشیرم بده خودم دفاع کنم، یه سپرم بهم بده نزنم، یه اسبم بده سوارشم منه دردبارو. آی سرباز، بله زره سپده انداخ روداغ برو پیران عروسی زره رو پوشید، کمره بس خود نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره محکم. یه سپر نزنم، اینم سپر، شمشیر از خودم دفاع کنم، اینم شمشیر. اینجا پیرنش گرفت جر بست اینجا، اتهو یک حجابه زرین جفت گرفت تو خانه زین. گفت خسرو برگشت بگه چی میگی؟ گفت اقبالش هوهرم زال زر. بس اینجا سر خسرو پرید، حالا زد تو 6000 نفر. اولی تو قاب دهن، دومی زیر زنق، سومی به فرق، چهارمی به کمر، چپ راست زد، بس خست کشت ریخ بالا زمین. داره درونگ میکنه کک اون بالاست. چه خبره؟ گفتم قربان خسرو رم کشت، اون نقاب داره از اون بالا 6 فرسنگه. صندوق اسلحه را کک کشید جلو. کک ها به حال برای کسی اسلحه نپوشیده. چه مار سیه را سرایت زمان، این داستان خیلی قشنگ توماره. چو بشنید فخفور هنگام خواب، فرستاد کس نزد افراسیاب که از مرز چین و ختن دور باش، ز بد کردن خیش رنجور باش. فخفور به افراسیاب پیام داد که از مرز چین و ختن فوراً دوری کن، از ما هم دیگر امید یاری و کمک نداشته باش، دیگر بس است. افراسیاب با شنیدن این پیام سخت دلتنگ شد، به ناچار از راه بیابان روانه شد، رفت به سمت آبزره. به روایت گویا این آبزره همان دریاچه هامون بوده. خلاصه چون نزدیک آن ژرف دریا رسید، مران را میان و کرانه ندید. بدو گفت ملاح که ای شهریار، بر این ژرف دریا نیابی گذار. مرا سالیان هست 78، ندیدم که کشتی و زورق گذشت. افراسیاب در کنار دریا از کشتی شمار یا کشتیبان یا دریاشناس خواست که او رو از دریا بگذرونه. دریاشناس پیر گفت در طی 78 سال زندگی خود به یاد ندارم که کشتی بر این طرف گذر کرده باشد.
بدو گفت پرمایه افراسیاب که فرخ کسی کو بمیرد در آب. دشمن مرا به شمشیر نکشته است، خوشا به حال کسی که در آب بمیرد. پس با کسان و نزدیکان خود به کشتی ها نشست و روانه کنگدژ شد. در برنامه های پیشین در فصل سیاوش گفته شد که کنگدژ از شهرهای مهم توران هست که اتفاقات و رویدادهای مهمی در این شهر افتاد و خواهد افتاد. شهر سرنوشت سازی است در این داستان ها. القصه چون افراسیاب به کنگدژ رسید، ایمن و راحت و آسوده شد و تصمیم گرفت مدتی اونجا بمونه و اگر بخت مساعدت کرد از آبزره عبور کنه و از کیخسرو انتقام بگیره. از اون طرف کیخسرو از گذشتن افراسیاب از آبزره و رفتنش به کنگدژ که قبلتر درباره اون به کیخسرو هشدار داده بود یا پیام داده بود خبر شد. کیخسرو به رستم چنین گفت: افراسیاب سوی کنگدژ شد به دریای آب. نیای من، پدر بزرگ بدکردار من، آنچه گفت عملی کرد، اما من، مرا با نیا جز به خنجر سخن نباشد، نگردانم این کین کهن. سر از کین بر نگردانم، از چین و مکران سپاه جمع خواهم کرد، بعد از دریای کیماک عبور خواهم کرد، بعد به آبزره در می آیم و به کنگدژ می روم و سرانجام او را به چنگ می آورم. فراوان شما رنج برداشتید، بر و بوم آباد بگذاشتید، از خانمان دور شدید، از زندگی خود خیلی تا به امروز در رنج بودید. پهلوانان و سرداران ایران از این تصمیم کیخسرو سخت غمگین و ملول شدند. چه گذشتن از اون دریای پرموج و به شش ماه زمان نیاز داشت و جون سالم به در بردن از طوفان‌های سهمگین شانس و بختی مساعد می‌خواست. رستم خطاب به اونها گفت: یاران، نباید بگذاریم رنجی که تا به حال متحمل شدیم به ثمر نرسد. باید پادشاه را تا به دست آوردن هدف و مقصود نهایی یاری کنیم. بزرگان داننده برخواستند، به خوبی زبان را بیاراستند که ما شاه را سر به سر بنده ایم، ابا بندگی دوست دارنده ایم. شاه از موافقت سرداران و بزرگان شاد شد. پس اسیران رو با گنج و دیگر غنایم که به دست آورده بودن روانه بارگاه کیکاووس شاه که پدر بزرگ پدریش، یعنی پدر سیاوش. همچنین کسان افراسیاب رو، این توضیح رو میدم برای که جنگ قومی و خانوادگی است، افراسیاب میشود پدر بزرگ مادری و کاووس پدر بزرگ پدری. بعد همراه با این گنج و غنایم و اسیرها کسان افراسیاب، یعنی جهن پسرش و گرسیوز برادرش رو، گرسیوز یادتون هست عامل اصلی قتل سیاوش، اینها رو هم روانه کرد. چو گرسیوز ارجمند به مهدندرون پای کرده به بند، همراه با زنها و دختران حرم افراسیاب با 10,000 سوار به سرداری گیو فرستاد سمت ایران. همراه با این همه نامه‌ای هم تنظیم کرد برای شاه کیکاووس. اسلحه را کک پوشید، بگفت و یکی در فیروز رنگ، بپوشید بر تن پی نام و ننگ، کمر بست و بنهاد بر سر کلاه، ز کینه جهان پیشه چشمش سیاه، عمودی بمانند یک لخته کوه، که از او کوه البرز گشتی ستو، به گردن برآورد و بر باره شد. باره یعنی بلندی. به افراز باره به نظاره شد. دید یه نقابدار داره بیداد میکنه، غرق اسلحه این جاده رو کک با کرک، اسم این هیکل نمیکشه،
با کرک. پرق 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 جاده را طی کرد، یک نعرچ هنون کشید رودابه، برگشت آه کوک ندید، یه اژدهای دو سر دید. به دل گفت تا من ببستم کمر ندیدم چنین گرد پرخاشخر. کوک گفت کیاستی؟ رودابه گفت من اسمم رودسته تیغمه. از مادر بزرگ پسر می شود بزرگ، شفافی عقیق ز خاک یمن بود. حالا این رودابه ببینیم ازش چی به وجود میاد. درست دقت کنید. گفت ازت خوشم اومد، خیلی فرزی. بیا بریم در دژ من، بشو ساقی بزم من، به دست من جام بده. رودابه گفت کک، صد تا مثل تو باید به من جام بدن. تا اینه گفت بلاورک کک رفت بالا، به کوه بزنه شقه میکنه. بلاورک رفت بالا، این هوریک هنه رودابه گفت یزداغونه پاک، بست بند دستش بلاورک، پرید بالا، اومد به پیچ تیغ رودابه، بست اینجا چهار انگشت، شمشیر نشست اینجا کک، قرچ شمشیر کشید بالا، به پیچ دومی را رد زد اینجاش، سومی را چپ انداخت. کک دید بای، گفت بر میگردم به بالا، این تقریبم میاد با کمن میگیرمش. سرک هرکه برگردون گفت کک کجا میری؟ ضربه چهارمم بهش زد، افتاد جلو رودابه هم عقبش، ترق 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 ترق. قرابل خانه دوم رودابه دهنه اسب زد، با خودش گفت دختر مهراب تو که شیرین کاشتی، برگرد. اومد اینطوری برگرده تازه آقا دوماد رسید در راه. کیخسرو در نامه خطاب به پدر بزرگش کیکاووس شرح مفصل جنگ ها و گریز های افراسیاب رو نوشت. گیو با کاروان اسیرها و غنائم و نامه کیخسرو روانه دربار کاووس شد. چون به کاووس رسید، شاه کیکاووس به شکرانه سر به سجده گذاشت، خدای را به بزرگی و مهربانی ستایش کرد، گزارش ها را از گیو شنید، مجلس بزمی گسترد، خلاصه تا صبح به گفت و شنود. صبح روز دیگر بانگ تبیر بلند، کاووس دستور داد غنائم را آوردند، از نظر گذروند، زنان و دختران بیگناه را از پس پرده آوردند. اما در پی این همه جهن و گرسیوز، قاتل اصلی شاهزاده سیاوش یا عامل قتل، همان جهن و گرسیوز رهنمای که او برد پای سیاوش ز جای. چو گرسیوز بدکنش را بدید، بر او کرد نفرین که نفرین سزید. دستور داد زنها و دخترکان رو جایگاه نیکو دادن در امنیت و آسایش. جهن پسر افراسیاب رو هم احترام کردند، جایگاه نیکو دادند و خورش و پرستنده. اما گرسیوز بدسرشت به دزبر یکی جای تاریک بود، ز دل دور و با دخمه نزدیک بود. به گرسیوز آمد چنان جاگ بهر، چونی این است کردار گردنده دهر. به همه جا نامه نوشت کیکاووس که پادشاه ترکستان و چین شکست خورد و فرار کرد. بعد به مردم درویش مال و نعمت بخش کرد. یک هفته هم از گیو پذیرایی کرد شاهانه. بعد او رو با هدایا و پاسخ نامه کیخسرو بازگرداند. تو این تنگه چه خبره؟ اینا رو کی کشته؟ یه زابلی گفت قربان
ما مورد حمله کوک واقع شدیم. تا اسم کوک برده شد رگ پیشونی زال این دم پلنگ اومد بالا. زن من کو؟ عروس کو؟ یه زابلی گفت قربان نمیدونی. ای داده بیداد. زال گفت حتما زن من اسیر کرده برده بالا. این بی فطرت. از اسب اومد پایین تنگ اسب صف کنه. پدر زنش مهراب گفت نرو. این کوکه. یه کوتر زنگ میندازه برات بسته. زال گفت یا تک تک میشم یا ببینم بس هر زنم چی اومده. ترید رو گرده یه اسب این جاده را دادمش. داره میره بالا رودا بدید. آقا دوما داره میاد بالا شوهرش. با خودش گفت ها یه حمله به این بکنم. ببینم این شوهر من جرغز و پرغزش چیه. زال که داره میاد بالا ناراحت رودابه این دست گذاشت دیر زبون. ایست زال هنون دهنه را کشید. اسب زال سر دو کاسه سم. زال گفت تا کی هستی؟ گفت من بهزاد پسر کوکم. زن سه اسیر کردم بردم بالا. الان نشسته رو زانو پدر من داره به دستش جام میده. وای 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 وای. غیرت ناموس پرستی زال به جوش آمد. بی فطرت برق تیغه کشید. عروس خانمم برق تیغه کشید. عروس میزنه یا دومات. اینا با شمشیر همده. اما رودابه حال دفاع داره. تیغ رودابه رفت بالا. زال یه مرتبه شمشیر همچی کرد. زد هودل خاک. ونجه انداخت اینجای رودابه را گرفت. اخامنه زین هندش بالا ولش کنه تو دره. دست رودابه خورد اینجای زال. پرتم نکنی پایین. رودابه جون تویی؟ کیکاووس در پاسخ به نامه نبیره خودش یا نوه خودش کیخسرو بسیار او رو تقدیر کرد، ارجگذاری کرد و بدیها و کشتارها و غارتگریها افراسیاب رو در حق ایران و ایرانیان یادآور شد. اینکه خوی افراسیاب خوی خونریز است. این که افراسیاب بزد گردن نوذر تاجدار ز شاهان و ز باستان یادگار برادر کش و بدتن و شاه کش بدندیش و بدنام و شوریده هش مباد بگذاری پی بر زمین بگذارد مگر به واسطه تو جهان از وجود شوم او پاک شود. جهان آفرین رهنمای تو باد. همیشه سر تخت جای تو باد. نامه رسید به کیخسرو. کیخسرو شادمان سه روز به شادخاری سرزمین هایی که فتح و تصرف کرده بود سپرد به گستهم نوذر. بعد از کنگدژ رهسپار چین شد. در طول راه رسید به شهر پدرش سیاوش شهید. ببینیم رسیدن کیخسرو به باغ سیاوش و بعد از آن گفتار اندر رزم شاه کیخسرو با شاه مکران. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر.